افغانها و شترداران افغان بنیادگذار و پایه‌گذار اسلام و مساجد در استرالیا به شمار می آیند. تا قبل از ورود شترداران افغان هیچ اثری از مسجد و اسلامیت در استرالیا وجود نداشت. افغانها افراد متدین و دیندارند که با ورود و اقامت در هر محله آغاز به ساخت مسجد می نمودند. آنان به نمازهایشان بیشتر تاکید داشتند چون نماز سبب تقویت ایمان و ایجاد وحدت میانشان می شد. از آن جایی که شترداران افغان بیشتر وقت خود را در جاده ها و صحراها سپری می کردن، هر جا که درخت یا چشمه پیدا می کردن، آن را به مکان مقدس برای اقامه نماز تبدیل می کردن و از این مسجدها می توان به عنوان اولین و ساده ترین مساجد استرالیا یاد کرد. افغانها اولین مسجد استرالیا را بنا نهادند که در نخست شکل گنبدی و مخروبه‌ای داشت. به همین ترتیب در جریان دو دهه مساجد بزرگ در ادلاید و شهرهای دیگر استرالیا توسط شترداران افغان ساخته شد. این مساجد صحرایی و غیر شهری نمونه های بارز از اماکن مخصوص رازی نیاز اسلامی در استرالیا محسوب می شوند. اگرچه بسیاری از این مساجد از بین رفته است، اما دو مسجد فلزی در بروکن هیل توسط مسئولین بازسازی گردیده و از جاذبه های توریستی این شهر به حساب می آیند. ادلاید یکی از قدیمی ترین مساجد استرالیا و آثار فرهنگی شهر ادلاید استرالیا که به نام مسجد افغانها نیز شناخته می شود. این مسجد پس از ورود پایه‌گذاران آن یعنی افغانها در جنوب غربی ادلاید ساخته شد. ساختمان این مسجد در سال 1888 بنا یافت و اولین مسجد در پایتخت یکی از ایالت‌های استرالیا به شمار می‌آید. چهار منار بلند این مسجد نیز در سال 1930 به آن اضافه گردید و در پایان یکی از منارهای این مسجد کسانی که برای نوسازی آن کار می‌کردند در بین کوزه کاغذی دریافت کردند که در آن نوشته بود که افغان‌ها بنیانگذار این مسجد هستند. این مسجد با هزینه شتربانان افغان و با کمک مالی برخی از حامیان اسلامی ساخته شد. هرچند این شترداران دستمزد اندکی به دست می آوردند، اما توانستند با پول شخصیشان این مساجد را بسازند. روزنامه میل در سال 1930 زیر عنوان مسجد مسلمانان شرق را به غرب می آورد و می نویسد که جنگ تأثیر بسیاری بر مسجد ادلاید داشته است و احساسات عمومی بر ضد خارجی ها منجر به بسته شدن این ساختمان برای چند سال شده است. این مسجد تا کنون محل عبادت، آموزش و گرد همایی اجتماعی می باشد. این مسجد بعد از کاهش جمعیت و تخریب آن در اوایل قرن بیستم با مهاجرت مسلمانان پس از جنگ جهانی دوم جان تازه به خود گرفت و از آن زمان مسجد ادلاید و محل نماز برای مهاجران مسلمان از لبنان، پاکستان، اندونزیا، مالزیا و دیگر کشورها تبدیل شده است. الله اکبر، الله اکبر.
این مسجد برای بازدید عموم باز است و بسیاری از بازدید کنندگان این مکان را با عنوان محل آرامش و خلوت در شهر پرجمعیت انتخاب می کنند. در این مسجد روزانه 5 مرتبه نماز برگزار می شود و حدود 300 نفر زیر سقف آن به عبادت می پردازند. بر علاوه شترداران افغان پرسه های خط آهن و یکریل را با استرالیا آوردن که در نهایت از سراسر کشور عبور می کند. بنابراین نفوس افغان ها سراسر این کشور را تسخیر کرد و شترهای آنها نقش مهم و فوق‌العاده را در تاریخ قدیمی استرالیا بازی کردند. تاریخ نویسان نوشتند که افغان ها در گسترش شهرکسازی استرالیا نقش بارزی داشتند و آنان تا 50 سال کار گسترش شهرکسازی استرالیا را به پیش بردند.